با درود برنامه آخری که روی بحث پروتاگوراس با افلاطون یا بالعکس ستیز افلاطون مناظره افلاطون با سوفیست ها رو که در آثارش در رساله هاش منعکسه توضیح دادم و فکر میکنم نکات پایه‌ای و کلیدی این تعارض رو توضیح داده باشم. برنامه پیش هم که یعنی برنامه قبلی هفته پیش اختصاص به نظرات و اندیشه آرامش دوستدار داشت که برنامه اصلی مدرنیته و بحثای اون رو متوقف کردم و اون توضیحات رو برای شنوندگان دادم. امروز مطالبی رو که در تعارض افلاطون با سوفیستا توضیح دادم پی میگیرم و یک مسئله پایه‌ای رو که بعد البته نه از درون این تعارض ولی به طور کلی در اندیشه افلاطون پیدا میشه وارد میشم توضیح میدم و علت و جهت بررسی این دو حیطه اندیشه رو در مقارن قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد به ویژه قبل قرن پنجم پیش از میلاد برای شما روشن میکنم بیشتر که چرا این مسئله رو در ارتباط با مشکلات فکری عرصه اندیشه ورزی در عالم ایرانی اسلامی و به سخنی دیگر توقف اندیشه در ذهنیت ما ایرانی مطرح کردم. پیش از ادامه مطلب یه اشتباهی رو که در گفتار قبلی داشتم، یعنی در حقیقت یکی گفتاری که مربوط به آرامش دوستدار بود، اونجا من کلمه روی اصطلاح اخبار و استخبار توضیح دادم که این دو در دو باب از ابواب فعل در زبان عربی است، گفتم در زبان فارسی. این اشتباه رو خیلی روشن، چون بعد ممکنه کس یا کسانی اون گفتار رو بشنوند و حتما هم توجه کرده باشن، شاید چون یک نفر اتفاقا با دقت توجه کرده بود که من از او مجدداً سپاسگزاری میکنم، به من طی یک پیامی یادآوری کرد و منو متوجه کرد که من رو یادآوری بکنم. بنابراین ابواب فعل در زبان فارسی وجود نداره. ابواب فعل مثل باب افعال، تفعیل، مفاعله، استفعال و غیره در زبان عربی است. بنابراین اخبار و استخبار هر دو از ریشه خبر در دو باب افعال و استفعال. همین مسئله دومی که باز در گفتار پیش در این تعارض سوفیستا با افلاطون توضیح دادم، نظریه
پارمنیدوس یا پارمنید بود که اشاره کردم، ببخشید هراکلیت، هراکلیت یا هراکلیتوس، هراکلیتوس بود که گفتم از پروتاگوراس. باز اون را اگر گوش کنید دوباره، به جای کلمه پروتاگوراس، طبعا من اشتباه لفظی بود یا از بیانم بیرون رفت، مربوط نظریه شناور بودن هستی یا غیر ثابت بودن عالم در تفکر هراکلیت وجود داره. این دو نکته رو باید، این دو اصلاح رو باید در گفتارم می کردم. باری ببینید، مسئله تعارض سوفیستا با افلاطون رو مطرح کردم، اما طبعا و صرفا من این مسئله رو مطرح نکردم تا در سیر اندیشه ورزی فلسفی یا اندیشه ورزی فلسفی در عالم یونانی فقط این مسئله رو آشکار کنم، روشن کنم، برای شما توضیح بدم. بلکه هدف من در این حال اینه که این تحول فکری همواره در عالم یونانی با مسئله پرسش و راندن اندیشه و به حرکت آوردن او و رسیدن به نظریه نوین و به ویژه ابداع مفاهیم و ابداع مفاهیم ساختار نظاممند فکری رو به وجود میاره، به اینجاها می انجامه که سبب میشه فلسفه در، یعنی اندیشه عقلانی در جریان تاریخی خود شناور بشه، تحول پیدا کنه، به عرصه‌های نوین برسه. چیزی که در فرهنگ مغرب زمینی از ریشه یونانی تا به امروز به اجرا در اومده و این نزد ما البته و متاسفانه اتفاق نیفتاده. خب ببینید، من یه مفهوم دیگری رو در اندیشه افلاطون برای شما باز میکنم تا یه حدودی، فقط در حد همین اجمال این برنامه ها، به طوری که بتونه روشنگر باشه مسئله برای شما. و اون در ارتباط با ساختار فکری افلاطون و مسئله امر ثابت در خود، که اصطلاح لاتینش رو که در زبان فرانسه متداوله گفتم اترانسوا، یعنی بودن در خود، چون افلاطون به امر ثابت که مفصل به نسبت مفصل در برنامه های پیش توضیح دادم میرسه، در مقابل سوفیستا و پروتاگوراس که شناخت رو فقط در حیطه شناخت حسی و تجربی میدونه، که برای شما به قدر لازم توضیح دادم. فکر میکنم کاملا بر مسئله، اگر باز بخواهید بیشتر دقت بکنید و در ذهن هر کدوم از شما که این براتون اهمیت داشته باشه، این آموزه‌ها ثابت بشه که میتونید برگردید مجدداً گوش کنید و بیشتر به مسئله مسلط بشی. باری این امر ثابت در حقیقت تحولی است که افلاطون در عرصه اندیشه ورزی در عالم یونانی به وجود میاره. ببینید این مسئله
افلاطون رو به یه مفهوم دیگری میرسونه که اون مفهوم نوعا پیش از افلاطون در فرهنگ یونانی وجود داشته و استفاده شده از این مفهوم، و اون کلمه ایست زیر عنوان دمیورج. دمیورج کلمه یونانیه. من اول این رو از نظر لغوی توضیح میدم. از ریشه دموسه که به معنی مردمه، و ارگون باز به یونانی یعنی کار ساخته شده. تعریف لغوی اون میشه صنعتگر یا سازنده. افلاطون در رساله تیمه که یکی از رسالات مهم افلاطونه، مسئله دمیورج رو مطرح میکنه که از اون در تفسیرهای نزد ایرانیان و مسلمانان به خدای خالق اطلاق شده یا شبیه خدای خالق، چون افلاطون از خدای خالق صحبت نمی کنه. ولی حالا خواهم گفت که این کلمه تأثیراتش از کجاست در اندیشه افلاطون. باری این دمیورج یعنی ابداعگری، به سخنی الهه ابداعگر. علت نخستین نیز گفته میشه و سازنده یا خالق عالم، که این سازنده خالق عالم نیز الهه خردمند و نیکه. ارسطو بعد از افلاطون، ارسطو نیز در کتاب دوم متافیزیک لاندا ایده علت فعال ساکن رو مطرح میکنه. علت فعال ساکن که در میان چهار علتی که برای پیدایش اشیای عالم میشمره، یکی علت فعاله. علت فعال ساکن یعنی ثابت رو ببینید، باز به همون امر آنسوا در خود بودن افلاطون برمیگرده. به هر حال ارسطو نیز به نوعی در خط اندیشه افلاطون ولی متفاوت از او حرکت میکنه. حالا من اصلا وارد طرح آرا و نظریات ارسطو حتی در مسئله علل چهارگانه نمیشم، چون اصلا از موضوع گفتار من بیرونه. باری مطرح میکنه اینکه ارسطو نیز میگوید که علت فعال خالق عالم از ماده ازلی است. به نظر میرسه گرایش افلاطون اینجا نکته بسیار باریک و مهمی وجود داره که من دقیقا در این مفهوم دمیورج یا الهه خالق عالم در اندیشه افلاطون رو مشابهتی رو بعد خواهم توضیح داد. بعد از اینکه این رو اشاره کردم توضیح میدم که مشابهتی با در عالم اسلامی با خدای خالق اسلامی که همون الله باشه پیدا میکنه. ببینید حتی مفسران افلاطون و کسانی که روی تأثیرات فرهنگ های پیرامونی یونانی روی فرهنگ یونانی صحبت کردند، در تحقیقات و بررسی های مفصلی که در زبان های اصلی اروپایی وجود داره و انجام شده، به نظر میرسه که گرایش افلاطون به مفهوم دمیورج درست تأثیرات باورهای مصری به خدایانه، چون اصلا خدای خالق
یا همون رب در اندیشه مصریان وجود داشته. تأثیرات باورهای مصریان به خدایانه و مشخصا اون که با این مفهوم خدای ابداعگر یا الهه آفریننده ارتباط پیدا میکنه، خدایی در مصر بوده که اتم نامیده میشده. اتم یعنی خدای خالق، خیلی روشن، یعنی دقیقا همون اتم به یه نوعی ویژگی هاش در الله اسلامی در قرآن وارد میشه. حالا این از کجا؟ خب طبیعی است، اسلام این الله که یکی از الهه های عربی بوده مبدل به خدای خالق که میشه از سیر اندیشه های بیبلیک یا یهودی وارد عالم اسلام میشه. حالا اونو من نمیخوام روش زیاد مکث کنم، فقط اشاره کردم. پس این اتم کار دمیورج رو میکنه، یعنی در اندیشه مصریان اتم کار دمیورج یا ابداع عالم رو انجام میده. این که در اعتقاد مصریان این بوده، این که اتم عالم رو از ماده ازلی و جدای از هم می آفرینه. مفاهیم زیر در ایده دمیورج یا خلقت عالم دیده می شود. مسائلی که به چند نکته‌ای که در ادامه توضیح می دهم. قبول چیزی به نام روح عالم، یعنی در این ایده دمیورج یا الهه خالق عالم ابداعگر، دقیقا روشنتر کلمه ای رو بخواهیم به کار بگیریم، ابداعگر، قبول چیزی به نام روح عالم که از این شخصیت یا هویت ربوبی ناشی میشه چند امره. یک، دمیورج یا الهه سازنده یا کارگر که این به دست میاد. دوم، لوگوس یا کلام، که بعد کلام که در یونانی میشه لوگوس، یا درک عقلی یا رزونمان. سوم، روح عالم. این سه امر در پدیده دمیورج دیده میشه. همین ایده خدای خالق یا دمیورج که از فرهنگ مصری میاد، به تدریج وارد گرایشی یا گرایش دینی و باطنگرا به نام گنوستیک و مکتبهای گنوستیک در عالم یونانی و هلنی میشه بعد از افلاطون، و به هستی متعالی میرسه. بنابراین ایده خالق عالم یا الهه خلقت که مشخصا از خدایان مصری وارد عالم یونانی میشود، نگاه قدسی مدار افلاطون نسبت به پیدایش هستی رو آلوده خود میکنه. به هر حال در اندیشه افلاطون، حداقل در این مفهوم دمیورج، بینشی قدسی مدار هست. بالاخره تئوری ایده یا مثل یا عالم مثالی، تئوری ایده یا مثل افلاطون چاله هرس های بیشماری رو برای گرایش های فکری بعد از جمله برای فرهنگ اسلامی می سازه. مشخصا چهره های
اصلی فرهنگ اسلامی. به تدریج تاریخی وقتی که نگاه میکنیم، فارابی، ابن سینا، مثالهای مشخص چه میارم، تنی چند دیگر نیز در کنار اینها حرکت میکنن تا دوره معاصر دیده میشن. چهرهای اصلی فرهنگ اسلامی یک فارابیه، کنارش ابن سینا، بعد از فارابی سهروردی، باز بعد از ابن سینا، مولوی و سنایی و جریان عرفان اسلامی و دیگران به طور مشخص در دام افلاطون و خدای خالق و همون دمیورج، ایده الهه خالق عالم که ریشه مصری داره، سقوط میکنن. اصلا و حتی تصویر الهه عربی الله چنان که گفتم به مثابه خدای خالق، تأثیرات خدای خالق مصری از جریان نگرش بیبلیک در قرآن میاد. و جالب اینه که بعد در گفتارهای بعد سعی خواهم کرد نمونه هایی از اندیشه سهروردی رو برای شما از خود کتاب اصلی او، یعنی حکمت الاشراق، بخوانم و ببینید که سهروردی مشخصا در حکمت الاشراق به این خدایان مصری یونانی اشاره میکنه، یعنی خدایان مصری که وارد عالم یونانی، فرهنگ یونانی میشه، اونم البته با بدون اطلاع دقیق از جزئیات. اما با طرح این مطالبی که روی این ایده دمیورج که یکی از کانونی ترین نظرات افلاطون در ساخت اندیشه فلسفیشه برای شما توضیح دادم، ذهنیت میخواهم بگویم ذهنیت دینی یا دین بنیاد بسته بودنش بدان است. اما برگردم روی اندیشه ایرانی خودمون، ذهنیت دینی یا دین بنیاد ما ایرانی بسته بودنش بدان است که از ابتدا، از آغاز پیدایش این تمدن و فرهنگ، راه اندیشیدن رو میبنده. اندیشه یا اندیشیدن با چرا؟ چون اندیشه چگونه میبنده؟ به این معنا که اندیشه یا اندیشیدن با پرسش میآغازه و پرسش از بنیانها به برخورد یا تلقی درک انسانها میرسه. چیزی که در برخورد دقیقاً، اصلا در طرح مسئله سوفیستا و افلاطون اینو خواستم نشون بدم، چیزی که نیست این مسئله رو خواستم عمدتاً نشون بدم، چیزی که در برخورد افلاطون با سوفیستا ما میبینیم، یعنی معارضه افلاطون رو به خلق مفاهیم نوین، طرحی نظام فکری میرسونه، چیزی که نزد ما اصلا اتفاق نمیفته. ما یا فقط به طور ناقص روایتگر اون چی که برای عالم یونانی ابهاماً اتفاق افتاده میگوییم، یا ستایش از بنیانهای کتاب دینی خودمون میکنیم. افلاطون باری با مکس کردن بر مفهوم پدیده یا مفهوم بودن در خود که امر ثابته، برای رسیدن به تعریف عدالت مسئله مطلق بودن رو مطرح میکنه که در برنامه بعد ادامه این رو برای شما توضیح خواهم داد. فعلا همین و تا بعد و مرسی.